سلام 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 بچه، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. من آرش کمانگیر هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. خانم لوسی اینجا خواب هستن، شونینم که این رو پاسه خوش داره میره، گرم و نم داره حالش میبره. امروز میخوام بریم سراغ تبلیغات سم ایرانی و خارجی، جفتش رو با همدیگه میکس کردم. بزن بریم. یا خدا، چجوری پرت کرد آخه اینا؟ یعنی میخواد بگی مثلا چیپس انقدر خفنه که به خاطر شرف انقدر قدرت پیدا میکنه؟ دروغ میگی، به خدا دروغ میگی. رونالدو چی میگه این وسط؟ چطوری؟ کریس؟ تبلیغ تلویزیون بود، خیلی بال بود. ایوال تبلیغ خیلی قدیمیه. کیا دیدن؟ جورو برکه دقت کنیم بچه ها، نکته داره. این چطور انقدر تغییر کرد؟ یعنی میخواد یه قدرت مکنگی این جور برقیه خیلی خفنه. ایدهشون خیلی باحال بود. بریم سراغ تبلیغ سم بعدی. سوسیسه. اوه بچه ها گن زدن به گریل یارو. خونه رو به چخ دادم. چقدر بچه ها دارن اذیت میکنن، چی شده؟ نه خوبه دیگه، دوتا بچه حداقل داشت. دیگه داداش نمیخواد، خواهرم نمیخواد. تبلیغش این تبلیغ چی بود؟ تبلیغ دیورکس بود که احتمالا همه با مارکش آشنا هستین که کاربردش چیه و منظورش این بود که یه ذره بیشتر کنترل کنی علیکی بچه، پس نندازی. هدف اصلیش این بود. یادتونه زمان تو ایران چند سال پیش، فکر کنم 10 سال پیش به اونور، میگفتم فرزان کمتر از زندگی بهتر. یادم رو دستمال کاغذی ها می نوشن، حتی اینو دستمال کاغذی نرمه. اونم یه تبلیغ بود واسه خودش دیگه، ولی بعدن الان دیگه شده چی؟ فرزان بیشتر از زندگی بهتر. این چی توی این مایا؟ اگه نگاه کرده باشین، حتی اون ویدیو قبلی من که آخونده که میگفت 13 تا بچه داشتم، بریم ویدیوشو نگاه کنین. اون سمترین ویدیویی بود که حالا من داشتم تو وطنم پارتنم، خیلی خفن بود. بله ایشونو داریم که تبلیغ پاکیزگی رو دارم میکنم، میگن دستان خود رو با آب و صابون بشورین. اینجا هم که معلومه خیلی آقای متشخصی هم هستن و خیلی به پاکیزگی و کلن به سلامتی اهمیت میدن. دمشون گرم، خدا خیرشون بده. جون حالا بچه تبلیغ خارجی زیاد نگاه کردیم دیگه، ولی از هر چی بگذاریم تبلیغ ایرانی، تبلیغ سم ایرانی یه چیز دیگه است. همشو ببین. خانم ها، آقایون، دانشجوهای محترم، پیشنهاد میکنم از تمام وقتتون استفاده کنید. شروع کنید. امتحانه؟ شما درست اومدی پر جلسه امتحان؟ بله، مگه عکسم توی لیستتون نیست؟ چرا یه عکس هست عزیزم، ولی امکان داره جای خواهر بزرگترت اومده باشی سر جلسه؟ آخه این عکس خیلی پیرتر از خودت نشون میده. نه اون عکس خودمه، ولی اون عکس رو 2-3 ماه پیش گرفتم. از اون موقع تا الان از یک کرم ضد چروک استفاده میکنم که معجزه میکنم. تا تهش رفتم چی راست؟ انتظار نداری که حرفاتو باور کنم.
بهتون پیشنهاد میکنم شما هم استفاده کنید. نگران نباشید، این کرم کاملا گیاهیه. همین الانم اگر بخواید میتونید. وا وقت داره میره سر امتحان، تبلیغ کرم میکنی الان تو؟ وقت تموم شد. ما فقط به خاطر اینکه یه کرم گیاهی ازش استفاده میکنم چون عوارض نداره. اگر اثر کرد که حرفتو قبول میکنم، اما اگر اثر نکرد همین الان باید جلسه امتحانو ترک کنم. من که همچین محصولی تو دنیا ندیده بودم. خود خره. بذار یکم ازش بزنم ببینم پوستم چه تغییری میکنه. مهم اینه که عوارض نداره، گیاهیه. البته من که چند ماه استفاده میکنم دیگه تاثیرش دائمی شده، ولی مطمئن باشید که نتیجهش فوق العاده است. وقت تموم شد. باشه امتحانش میکنم. عکس اون خانم که خیلی با خودش فرق داشت. واقعا فکر کردم خواهر بزرگترشه. الانم جوون میشه یعنی؟ کرمه که جد شد. ببینم تأثیری داره. الان یهو جوون میشه؟ واقعا اثر کرد. جان باورم نمیشه. این کرم عالیه. چقدر پوستم و الان دوست دارم. چه محصول با کیفیتیه. بابا لعنتی بذار 5 ثانیه بگذار از اون تاثیر کرمه، بذار بره تو خورده پوسته. درست همونطور که اون خانم گفته روی جلدش نوشته اثر کرد. به علی دروغ میگی. شما خواهر کوچیکتر مراقب قبلیه نیستی؟ کره مریخ امریکایی اومدن علای چیه؟ بهت گفتم خدا منم. اوکی مریخی این شکلی ها؟ یکیشو در رفت. وای تبلیغ لوبیاست. من این ویدیو رو قبلا دیدم ولی نمی‌دونم که تبلیغ لوبیاست. ایول چقدر جالب بود. ایرانه؟ به به 16. او دیت داره یا چی؟ بیا یه بچه کرگدن داریم روپایی میزنیم. کودکس سیاپسه نازکترین رفیق این روزها. قلبشو نشکون، تختشو بشکون. ها؟ چرا باید تختشو بشکونه؟ لوسی؟ عزیزم دفعه بعد دیگه خلاصه حواست باشه دیگه، لطفا دمه در فراموش نشه. چه سگ باشوری بود. ببین من فکرامو کردم، اینجا دیگه ته داستانه، بهتره دیگه من نباشم. نرو سامی، من میرم ولی تو نرو. او این بازیگر است که کات آقا کات. دوباره چی شد؟ ای بابا خانم زیغمی چرا اینقدر بی انرژی بازی میکنید؟ ناسلامتی شاه سکانس فیلم ها. مسخره کردی؟ اینجوری بازی میکنم. یه استراحت کنیم دوباره زب میگیم. بلش کنستم سل ندارم. خانم شربت بسن. خیلی ممنون، نمیخوام. اینقدر از این شربت رو خوردم سر این کار اصلا چاق شدم. خیلی ممنون. قهر کرد؟ شاکی ها. یعنی یهو تو یک ثانیه خوابید؟ آخه چقدر طبیعی. او این موزیک 25 بند نیستش؟ اسم آهنگشو نمیدونم چی بود. آره من شاقم رو شابه یه ریوان رو شابه که میمونه همشه تو یاد تو، همشه تو یاد تو. آخه کرونا با فلاز آلودگیه، هوا هیچ کدوم اثر نداره، با من باشی روی تو، روی تو. چه ساله تو که منو خوردی با یه اشاره، بازم میخوای بخوری بی اراده. چی بود؟ بازم میخوای بخوری بی اراده؟ تره بخوریش خوبه جبران میشی، کم بودت میسوزه، کالری بیهوده، قندم کمه، اینم خوبه. همیشه
ترسیدم بس که از این نوشابه ها بدی شنیدم. اینکه چاق نشم بدون که مهمه واسم. روی سلامتی من خیلی حساسم. تو بغلم هر شب دارم هزار تا انرژی مثبت. رژیمم رو نشکن. نمیدونستیم نیوشا میخونه. من فقط سلامتی زد اما انرژی واسم عجیب غریبه. همین که میگن ایشکی شبیه ندیده خودمونی اشکال نداره. الان این حلاله بدونم از من خیلی زیاد. سوار تراکتور شده اینجا چیه؟ او چه تبلیغ طولانی چند دقیقه است؟ 4-5 دقیقه شده تا الان. همه اکتیف شدن با این نوشیدنی ها. عجب. خانم زیغمی تشریف نمیاری؟ صحنه آماده است. بله بله الان میام. فقط یه چیزی، امروز همه عوام ریبورد مهمون منن. اینجا دیگه ته داستانه. بهتره دیگه من نباشم. سامی نرو. من میرم ولی تو نرو. اگه رفتیم دیگه بر نگرد. چون میگم مشکل از توه. یه کاری نگو حرف رهن مردم بشیم. الان خوب بود؟ عالی بود خانم زیغمی. عالی بود. به افتخار کنید دست قشنگ بزنید. این خوب بود الان؟ در حد خال شادونه و این بازیگرمونم که ماشاءالله قبولش برم با این بازیش ترکون دیگه رسمن. یعنی چی؟ تو این شرایط کرونایی خودم قرنطینه کرده بودم. علیرضا هم که چپ و راست اسمس تلفن به هر دری میزد که منو ببینه. وای خدا نمیدونین چی شد. گیر دادنای علیرضا از یه طرف، مواد غذاییم هم تموم شده بود و نمیدونستم چی کار کنم. بیا اینا بخوا سوسیسه. یه هایی که فکری به سرم زد. پا شدم و حسابی به خودم رسیدم. گوشیمو برداشتم و یه عکس واسش فرستادم. جون جان چی شد دلت خواست؟ بهش گفتم عزیزم سر راه خرید کن و زود بیا پیشم. فقط هم تبرک داره میخره؟ انگار یه چیزی رو جا گذاشته بود. تا رفت بیاره منم در روش بستم. در رو باز کن بیام فادم جونا رو سوسیسه. یعنی تبلیغه جنبه رسمی داشت. اینجای پخش شده اینم خیلی جالب بود تبلیغش. بچه اگه واقعا آزادی اگه ما داشتیم الان تو ایران میگم چه تبلیغ خلاقانه با حالی میشه درست کرد. من یه ویدیو هم باید درست کنم تبلیغات قدیمی ایرانی قبل از انقلاب که چه مدت تبلیغاتی درست میشدش اینا. ولی خیلی اگه اثرگذارتر و بالتر بود. این تبلیغ هم خیلی خلاقانه بود، جالب بود واسه من. ولی خب اخلاقیش بد بود دیگه. این که با دل پسر مردم بازی کرد تا اینکه دوتا روب و روغن داشته باشه تو خونه. چه ریلکسه بابا. See what I have to do. I know. او دنبال چیپس نگرده بچه؟ دردش میگیره. وای 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 چه روش خوبی بچه. با چیپس میسیم دیگه بچه هاتون رو به دنیا بیاری. تبلیغ خلاقانه ای بود. باری کلا باری کلا. Delivery. Give me a shot if anybody comes in. You got it. Bud Light, the mother load. دو دقیقه صف میکردی واسه آب جو میآورد دیگه. اوه اوه اومد. Did you hear something? For the great taste that won't fill you up and never lets you down. Bartender, 20 Bud Lights. Oh no! Make it a Bud Light. بیشتر تبلیغ اونجا یارو بود تبلیغ آبجو. جالب بود جالب بود. خب بچه ها یه ویدیو آماده کردم در آخر که کلا هرچی از این تبلیغات سمی دیدیم بشورو ببره. بریم برنامه نگاه کنیم. تلکا اولائکا تلکا اولائکا تلکا اولائکا تلکا اولائکا.
خب بچه رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم که تبلیغات واسهتون جالب بوده باشه. شما بگین تبلیغات ایرانی بیشتر سمی‌تر بودن یا تبلیغات خارجی، کدومشو بیشتر دوست داشتین؟ حتما کامنت بذارین. یادتونه که بچه ویدیو رو لایک کنین، خیلی مهمه. و اینکه از همه مهمتر، حتما شیر کنین که سابتون نپریده باشه. واسه بعضی بچه‌ها اتفاق افتاده و میگن چرا ویدیو نمیذارید، در صورتی که من یه روز زمین دارم ویدیو پخش میکنم. بچه‌ها لطفا حمایت کنین، عشق بدین به این کانال که زودتر برسیم 50K، از اون برم 100K یا 500K و دیگه همینجوری بریم بالا. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی میبینمتون.